در قسمت قبل نظام‌های پولی، پول کالا و پول دو فلزی رو توضیح دادیم. حالا نوبت به اون رسیده که دیگر نظام‌های پولی رو مورد بررسی قرار بدیم و با اونها بیشتر آشنا بشیم. بعد از نظام پول دو فلزی، نظام پایه طلا شکل گرفت. 1. نظام پایه طلا. در نظامی که طلا به عنوان پایه پول پذیرفته شده باشه، ممکنه مشکلاتی پیش بیاد. البته منفعت‌هایی هم داره، اما ریسک اون به مراتب بیشتره. مثلا تصور کنید یک کشور برای مبادلات خارجی خود که همون صادرات و وارداتن از طلا استفاده کنه. در این وضعیت اگر حجم واردات بیشتر از صادرات باشه، به این معناست که حجم طلای وارد شده کمتر از طلای خارج شده از کشوره. اگر این شرایط چند بار تکرار بشه، به تدریج ذخایر طلا کاهش پیدا میکنه و کشور قدرت خرید خودش رو از دست خواهد داد. 2. پول دارای پشتوانه کامل. وقتی یک کالا مثل طلا به عنوان پول انتخاب میشه، جابجایی مقادیر کم از اون مشکلی به وجود نخواهد آورد. اما اگر بخوایم مقدار زیادی از اون رو جابجا کنیم، با چالش‌های زیادی مواجه خواهیم شد. سرقت و هزینه‌های محافظت و جابجایی تنها بخش کوچکی از این چالش‌ها خواهد. چالش‌های گفته شده باعث ایجاد تغییراتی در این نظام شد. یکی از ابداعات برای مقابله با این چالش‌ها این بود که در شهرهای مختلف مکان‌های امن و افراد قابل اعتمادی به عنوان مسئول نگهداری و حفظ سرمایه مشخص شدند. افراد می‌تونستن سرمایه خودشون رو نزد یکی از اونها به امانت بذارن و مدرک معتبری دریافت کنن و بعد با اون مدرک در جاهای دیگه معاملات خودشون رو انجام بدن و یا با تحویل مدرک به افراد معتمد دیگر مقدار مورد نظر خود رو دریافت کنن بدون اینکه نیاز به جابجایی سرمایه خود داشته باشن. به عنوان مثال بین سالهای 1900 تا 1933 دولت آمریکا گواهینامه‌های طلا منتشر می‌کرد. این گواهینامه‌ها دارای پشتوانه 100% برای طلایی بودند که به وسیله خزانه‌داری آمریکا نگهداری می‌شد. هر کس با یکی از این گواهینامه‌ها به خزانه‌داری مراجعه می‌کرد، می‌توانست مقدار طلای ثبت شده در گواهینامه را دریافت کند.